درود به یکایی که شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر این کره خاکی و آبی مهرزاد هستم، خدمتگزار کم سواد و بی سواد شما. افتخار اینو دارم که هر چند وقت یک بار در زمینه یه موضوع فرازمینیان دانش کم و اندک خودمو که خودمم میدونم بسیار ناچیزه با شما به وسیله ویدیو هم به اشتراک بذارم. امیدوارم که مانند همیشه دلی لبریز و مالا مال از عشق و تنی سلامت داشته باشید. دوستان، امروز میخوام در رابطه با زیباترین بانویی که در تمام زندگیم دیدم، زیباترین بانوی هنرمندی که در تمام زندگیم دیدم با شما سخن بگم. میدونید اون شخص کیه؟ بله، بانو مرلین مونرو. حالا چرا در ارتباط با مرلین مونرو من میخوام با شما سخن بگم و خانم مرلین مونرو چه ارتباطی میتونه با پدیده فرازمینی ها داشته باشه، باید تا انتها منو همراهی کنید تا بلکه با هم پرده از این راز بتونیم برداریم. میدونم جنی بشقاب پرنده های سقوط کرده رو دیده. خودش به من گفت که دیده. مرلین مونرو با نام اصلی نورما جین مورتنسون در تاریخ 1 ژانویه 1926 میلادی برابر با جمعه 11 دی ماه سال 1304 هجری خورشیدی در لس آنجلس آمریکا چشم به جهان گشود. مادرش از بیماری روانگسیختگی بسیار رنج می برد. پس از جدایی پدر و مادرش در سن 9 سالگی به یتیمخانه سپرده شد. جدایی مرلین مونرو از مادرش در سن 8 سالگی اتفاق افتاد و 1 سال بعد هم به یتیمخانه سپرده شد. مدت 1 سال در یتیمخانه بود و پس از 1 سال سرپرستی اون به دوست صمیمی مادرش خانم کریس مک‌کی که مرلین به اون خاله کریس میگفت سپرده شد. در طول سالها سرپرستی مرلین مونرو به 11 خانواده مختلف سپرده شد. مرلین مونرو از همان دوران نوجوانی و جوانی بسیار زیبا بود. در خانه دومی که سرپرستی اونو داشتن مورد تجاوز قرار گرفت. این تجاوز تأثیر روانی عمیقی تا پایان عمرش به روی رفتار مرلین مونرو علی خصوص رابطه های جنسی اون گذاشت. مرلین مونرو به طور دردناکی همیشه احساس ناامنی میکرد. پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا بیش از هر زمان دیگری نقش پدر در تربیت فرزندان علل خصوص دختر بسیار چشمگیر بود. به همین دلیل مرلین مونرو به دنبال پدرش گشت. سرانجام بعد از سالها توانست پدرش رو پیدا کنه، ولی پدر از دیدن مرلین مونرو سر باز زد. سالها بعد زمانی که مرلین مونرو در اوج شهرت بود، پدرش این بار تقاضای ملاقات از مرلین مونرو رو کرد. این بار ولی مرلین مونرو بود که از دیدار پدر سر باز زد. زمانی که در تشییع جنازه پدرش شرکت کرده بود، به دوستی گفت: میدونید چرا پدرم نمیخواست منو ببینه؟ آخه پدرم همسر دوم گرفته بود و شرمش می اومد که همسر دومش بفهمه از همسر اولش بچه ای داره. مرلین مونرو هیچگاه دوره دبیرستانش رو تموم نکرد و هرگز موفق نشد که مدرک تحصیلی دیپلم خودش رو بگیره. در سن 16 سالگی بود که به اصرار همون خاله کریس مجبور به ازدواج با پسر همسایه شد. نام این فرد جیمز داگرنی بود. تحصیلات مرلین مونرو به خاطر ازدواجش نیمه کاره رها شد. اندکی بعد از ازدواجش بود که متوجه شد جیمز شوهرش به جنگ فراخونده شده. بله، جیمز داگرنی باید به جنگ می رفت. این ازدواج 4 سال بعد با توافق و رضایت قلبی هر دو به جدایی منتهی شد.
بعد از جدایی از همسرش برای درآوردن مخارج زندگی مجبور به کار در یک کارخانه اسلحه سازی شد و در همونجا بود که توجه یک عکاس ارتش ایالات متحده آمریکا رو به خودش جلب کرد و تصویرش برای نخستین بار به روی جلد مجله رسمی ارتش با نام یانک منتشر شد. در 1945 بود که نورما جین به عنوان مدل عکاسی کم کم داشت پله‌های شهرت رو یک به یک طی می‌کرد و توانست قراردادی رو با یک آژانس مد به امضا برسونه. نورما جین دختر بسیار با استعدادی بود. به سرعت راه رفتن به روی سن و پوز گرفتن برای دوربین رو فرا گرفت و تبدیل به مدلی بسیار معروف شد. زمانی که در مد به اوج شهرت رسید، یک مشاور رو استخدام کرد و بنا به توصیه همین مشاور بود که موهای خودش رو از رنگ مشکی به رنگ بلوند تغییر رنگ داد. و اون زمان بود که نورما جین نام مرلین مونرو رو برای خودش انتخاب کرد. حالا لابد میپرسید چرا مرلین مونرو؟ مرلین نام خودشو از مرلین میلر، رقصنده معروف و خواننده به نام اون سالهای آمریکا، و نام خانوادگی مونرو رو از مادرش به قرض گرفت. و اینجا بود که مرلین مونرو با این نام متولد شد. زندگی حرفه‌ای مرلین مونرو با جذابیت‌های بالای جنسی و استعداد بی‌نظیرش در زمینه طنزگویی در سال 1952 میلادی در فیلم چگونه میتوان با یک میلیونر ازدواج کرد درخشید. مرلین در این فیلم نقش پولا دختر نزدیکبینی رو بازی میکرد که بسیار دست و پا جلفتی بود و مدام به در و دیوار برخورد میکرد. تصویری که مرلین مونرو در این فیلم از خودش ارائه داد چنان فریبنده و گیرا بود که توانست به روی شخصیت بتی گریل همبازی و ستاره این فیلم سایه بیندازه و این مرلین مونرو بود که در این فیلم به چشم می اومد. مرلین مونرو علاوه بر بازیگری صدای بسیار زیبا و جذابی هم داشت و چندین ترانه معروف و مشهور رو خوند. از معروفترین اون ترانه ها میشه به ترانه ازت میخوام که دوستم داشته باشی در فیلم بعضی ها داغشو دوست دارند و ترانه الماس ها صمیمیترین دوست یک دخترند در فیلم آقایان بلوند ها را ترجیح می دهند اشاره کرد و نام برد. دوستان حتما همگی شما نام شرکت معروف پلی بوی رو شنیدید. بله، پلی بوی نشریه بود که شهرت جهانی خودشو مدیون مرلین مونروه. چرا؟ با تصویر پیناپ مرلین مونرو به روی جلد شماره نخست مجله پلی بوی به تاریخ دسامبر سال 1953 بود که این نشریه شهرت جهانی یافت. کم کم داشت شایع میشد مرلین مونرو با جان اف کندی و همچنین برادرش رابرت کندی ارتباط جنسی داره. این شایعه ها هیچگاه ثابت نشد، ولی نوع گفتن تبریک تولد در مراسم تولد جان اف کندی خود گویای همه چیز بود. در سال 1955 میلادی تصویری جاودانه از مرلین مونرو در فیلم خارش 7 ساله به کارگردانی بیلی وایدر تقریبا به قیمت پایان دادن به ازدواج دومش با یک جوان تنومند ورزشکار به نام جو دیماجیو شد. جو دیماجیو
یک بازیکن معروف و سرشناس بیسبال در آن زمان در ایالات متحده آمریکا بود. بعد از دیدن جو دیماجیو در هنگام بازی بیسبال، مرلین مونرو از ایشون بسیار خوشش اومد و تصمیم به ازدواج با جو دیماجیو گرفت. 9 ماه بعد هنگام بازی در فیلم خارش 7 ساله که پیشتر خدمتتون عرض کردم، هنگامی که همسرش در سر فیلمبرداری حضور داشت، صحنه یو داشت بازی میکرد که حسادت جو دیماجیو رو برانگیخت و در جلوی جمعیت به گوش مرلین مونرو یک سیلی زد و همین سیلی به قیمت پایان دادن به ازدواجش انجامید. این زوج تنها 9 ماه با هم زندگی مشترک داشتند. بعد از جدایی از جو دیماجیو، اما مرلین مونرو ارتباط خودشو با جو دیماجیو تا آخرین روز زندگیش حفظ کرد و جو دیماجیو رو بهترین و صمیمیترین دوست خودش میدونست. بعد از این جدایی مرلین مونرو برای بار سوم در سال 1955 با آرتور میلر که یک نمایشنامه نویس بود ازدواج کرد. آرتور میلر نمایشنامه نویس یک مرد یهودی بود. به همین سبب یا آرتور میلر باید مسیحی می شد و یا مرلین مونرو بایستی یهودی می شد. و به همین دلیل بود که برای ازدواج با آرتور میلر مرلین مونرو اعلام کرد من یک یهودی هستم و یهودی شد. مرلین مونروی جوان و مشهور در سالهای پایانی زندگیش به افسردگی شدیدی مبتلا شده بود. از آرتور میلر در رابطه با شخصیت مرلین مونرو پرسیدن. آرتور میلر گفت مرلین مونرو با استعدادترین، زیباترین و در عین حال غمگین ترین و افسرده ترین زنیه که من در تمام طول زندگیم دیدم. از مرلین مونرو غمگین تر در زندگیم زنی رو ندیدم. به همین دلیل ازدواجش با آرتور میلر هم عاقبتی نیافت و در سال 1961 میلادی از آرتور میلر جدا شد و 1 سال پس از جدایی از آرتور میلر درگذشت. در ماه‌های آخر 36مین سال زندگی مرلین مونرو، مرلین با پدیده و مقوله بشقاب‌های پرنده و موجودات فرازمینی آشنا شد و به این موضوع بسیار علاقه‌مند شد و از هر راهی که می‌تونست سعی می‌کرد اطلاعاتی در رابطه با بشقاب‌های پرنده و موجودات فرازمینی و فراطبیعی به دست بیاره. و چه کسی بهتر از شخص رئیس جمهور آمریکا؟ بله، مرلین مونرو از جان اف کندی و رابرت کندی تا جایی که میتونست در رابطه با بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی و فراطبیعی اطلاعات کسب میکرد و جان اف کندی رو مجبور میکرد تا هر آنچه که میدونه در رابطه با بشقاب پرنده ها به اون بگه. و شاید همین فضولی و کنجکاوی بیش از حد و اندازه مرلین مونرو در رابطه با موجودات فرازمینی و بشقاب پرنده بود که به قیمت جانش تموم شد. چطور؟ اجازه بدید با هم روزهای آخر زندگی مرلین مونرو رو مرور کنیم تا ببینیم در اونها چه چیزی میتونه به ما شهادت بده که مرلین مونرو به خاطر فضولی و کنجکاوی بیش از حدش در رابطه با بشقاب پرنده ها به قتل رسید. قتلی حکومتی با فرمان شخص رئیس سازمان CIA. این درسته که مرلین مونرو از بیماری اختلال 2 قطبی بسیار رنج میبرد. این بیماری را از مادرش به ارث گرفته بود. گاهی دچار افسردگی شدید بود و گاهی هم بسیار زن شاد و خوشحال. علاوه بر این مرلین مونرو از لکنت زبون هم بسیار رنج می برد. آخرین حضور برجسته مرلین مونرو در 19 می 1962، همونطور که پیشتر خدمتون گفتم، در مراسم جشن تولد جان اف کندی بود که برایش آهنگ تولد مبارک رو اجرا کرد. مرلین مونرو اما
در پنجم اوت 1962 برابر با یک شنبه 14 مرداد سال 1341 هجری خورشیدی در ایالت کالیفرنیا جسدش در داخل منزلش پیدا شد. علت مرگ ایشون مصرف بیش از حد داروی خواب‌آور ذکر شد. دلیل رسمی مرگ خودکشی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای خواب‌آور و آرام بخش اعلام شد. مقدار دارویی که در خون مریلین مونرو یافتند چیزی برابر با 60 کپسول قرص خواب‌آور بود که این خودش به تنهایی میتونست 3 انسان تنومند رو از پا بندازه. اما نکته بسیار عجیب در این مسئله این بود که در آزمایش کالبدشکافی در معده مریلین مونرو هیچ گونه اثری از قرص نیافتند. همیشه در تمام طول این مدتی که از مرگ مریلین مونرو گذشته بر سر چگونگی مرگ اون اختلاف نظر بسیار بوده و هیچگاه مشخص نشده به طور دقیق که مریلین مونرو دلیل مرگ واقعیش چی بوده، آیا خودکشی کرده یا کشته شده. اما با این حال نورماند هادجز، افسر 78 ساله و بازنشسته سازمان CIA آمریکا، در بستر مرگ در بیمارستان چندی پیش با مطرح کردن یک ادعای عجیب به قتل مریلین مونرو، ستاره زیبای هالیوود، اعتراف کرد. هادجز گفت که مدت 40 سال در سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA خدمت می‌کرده، عضو یک هسته 5 نفره تیم ترور بوده و در بین سال‌های 1959 تا 1972 با دستور محرمانه دولت آمریکا چندین شخصیت معروف سیاسی و هنری در ایالات متحده را که ایده‌ها و افکارشان با منافع دولت آمریکا در تضاد کامل بود ترور کرده. یکی از قربانیانش مریلین مونرو بوده. هادجز در بستر بیماری گفت مریلین مونرو تنها زنی بود که ترور کردم و از این کارم هم پشیمان هرگز نیستم، چون مونرو با رهبران دنیا و همچنین جان اف کندی هم بستر بود و اطلاعات زیادی را از آنها می گرفت و تهدیدی برای منافع ایالات متحده آمریکا محسوب می شد. طرح ترور مریلین مونرو را طوری انجام دادیم که مرگش خودکشی به نظر برسد. سرانجام نورمان هادجز درگذشت. مدتی بعد از درگذشت نورمان هادجز، سازمان CIA اعلام کردش که ما اصلا همچین فردی رو در سازمان خودمون به استخدام نداشتیم. ولی عکس هایی که از اون به جا مونده چیز دیگه یو میگه و شهادت میده که ترور مریلین مونرو به عهده همین آقای نورمان هادجز بوده. به جز این در سال 2016 دکتر استیون گوریر، کسی که کارشناس و محقق پدیده های فرازمینی و فراطبیعیه و قبلا هم از ایشون براتون بارها صحبت کردم، نامه و سندی رو منتشر کرد که در اون نامه اعتراف میکنه که خود سازمان CIA باید مریلین مونرو رو ساکت کرد، چون اسراری از پدیده موجودات فرازمینی رو فهمیده و تصمیم به افشاگری داره و اگر این افشاگری رو بکنه برای جان اف کندی، ریاست جمهوری وقت آمریکا که در اون موقع مشغول طرح و برنامه ریزی برای سفر به ماه بود، اختلال ایجاد میکنه و این خودش یک فاجعه است و باید به هر طریقی که میشه مریلین مونرو رو ساکت کرد. گویا در هنگام ترور مریلین مونرو، برادرش رابرت کندی به همراه 2 نفر دیگه به طور دوستانه وارد منزل مریلین مونرو شدند و در بد به ورود ابتدا تنها خدمتکار و خدمه مریلین مونرو که یک خانم مسن بود و مرخص کردند و به خانه همسایه فرستادند و بعد مریلین مونرو رو با تزریق سم یا دارو به قتل رسوندند و ساکت کردند. He said to me, he says, we all know that Marilyn Monroe didn't die of an overdose. Boop, boop, be-doo. He said, do you know why they killed Marilyn? Mr. President, the late Marilyn Monroe. And I said, well, I didn't until I got this document. It's a virtual death warrant because she was found a couple days later. 3 August 1962, wiretap of telephone conversations between reporter Dorothy Kilgallen
who was looking into Roswell and other UFO issues, and her close friend Howard Rothberg. From wiretap of telephone conversation of Marilyn Monroe and Attorney General Bobby Kennedy. Rothberg discussed the apparent comeback of the subject with Kilgallen and the breakup with the Kennedys. This is referring to the fact that Marilyn Monroe had been having an affair with not one but both Kennedy brothers, and it was becoming conspicuous, so they broke it off. Rothberg indicated in so many words that she had secrets to tell, no doubt arising from her trysts with the president and the attorney general. One such secret mentions the visit of the president at a secret air base for the purpose of inspecting things from outer space. Now, this is 1962. Kilgallen said that if the story is true, it would be a terrible embarrassment for Jack and his plans to have NASA put men on the moon. The subject repeatedly called the attorney general and complained about the way she was being ignored by the president and his brother. Subject threatened to hold a press conference and would tell all. It's a tragic situation because she was an actress. She didn't understand the national security state and the viciousness of those who want to keep these sort of secrets. در مراسم تدفین مرحوم مریلین مونرو جز 25 تن از دوستان صمیمیش کسی دیگه حضور نداشت و شاید در بین اون 25 انسان کسی که بیشتر از همه عزادار و ناراحت بود همون آقای جو دیماجیو همسر دوم بانو مرحوم مریلین مونرو بود. بعد از درگذشت مریلین مونرو جو دیماجیو به مدت 20 سال هر هفته یک قلب از گل روز به روی آرامگاه مریلین مونرو میگذاشت تا اینکه سرانجام خود جو دیماجیو در سال 1999 چشم از جهان فرو بست. جمله آخری که هنگام مرگ در بستر بیماری گفت تنها یک جمله بود: سرانجام مریلینمو میبینم. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-deedly-deedly-dee.